سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا خیلی درخواست شده بود که فینگر فود بهمون یاد بده و اینکه خب تایمش نبود من وقتش نداشتم غذای اصلی مونده بود اما میخوام بهتون یه برگر مخصوص مهمونی مزهخوری بر حال برای بچه ها بزرگتر و مثلا دارن نوشیدنی شربت سکنجبی میخورن این برگر هم یه گاز میزنن و اینکه <تص> اینم خودم درست کردم در ادویه است اینم در ادویه بعد بریدمش اینجوری کمونده بود دستم هم قطع بکنم چاقو مام تیزه یه چیزی میخوایم به این شکل گر که دقیقا با نون برگرمون همخونی داشته باشه این نونه برگر هم ارزون من تو استرالیا اکولز خریدمش و خیلی راحت میشه تهیه بکنید این حالا زخامتش چقدر دقیقا به پهنای یه بند انگشته اما وقتی حرف از برگر کوچیک و بیبی برگر میزنیم باید یه چیزی باشه که وقتی تو دهنت میذاری یه تکون بهت بده به یه چقدر خوشمزه است من چند سال پیش رفتم یه مهمونی بعد بر... یعنی برگر انقدری خیلی کوچیکتر از اینو بهمون همون 8 دلار چ... چقدر دادانی بهمون همون؟ 8 دلار یا 9 دلار بهمون داد و ولی متاسفانه کباب کوبیده یه چلو کبامی رو گذاشته بود لا دیگه دلم نمیخواد در موردش صحبت کنم ولش کنم بریم سراغ آقا برگر خود اون مواد اولیش زیاد نیست و تو هر خونه ای هم پیدا میشه گوشتی که اینجا دارم 350 گرم گوشت گوساله است و از قسمت چاکس هم گرفتم اگه خواستید شما تهیه بکنید اگرم ایرانی ها که داخل ایران هستن میتونن از سردست استفاده کنن برحال چربیش هم تقریبا رو پایه 25 درصده این از این بس این گوشت سالمون حالا بریم سراغ باقی مواد یه دونه زرده تخم مرغ داریم پودر پیاز داریم که اندازه هاشونو بهتون میگم زیره داریم سس خردل خردل البته سسش شیز خردل داریم و باربیکیو سس داریم این از باربیکیو سسمون و ارزم به خدمتون پیاز این پیاز خیلی مهمه برای 350 گرم نیاز به 70 گرم پیاز داریم یعنی اگه برای شما گوشتون شد 700 گرم باید پیازتون میزانش دو برابر بشه و یه پیاز آب گرفتن اما خشک خشکش نکردم که توفاله بشه اینو میخوایم به این بزنیم و آبدار باشه و خوشمزه حالا در رابطه با فلفلمون دو تا فلفل داریم فلفل سفید دارم و فلفل سیاه و نمک حالا مواد خشکمون رو اول با هم دیگه ترکیبش میکنیم این پودر پیازمونه من پیاز رو زدم ولی این پودر پیاز اسموکیه یه چیز دیگه است اینو برای 350 گرم یک قاشق و دو قاشق چایخوری بهش پودر پیاز اضافه میکنیم میایم سراغ زیرمون اینم از زیره تقریبا اینم به اندازه یه قاشق سرخالی نمیخوایم کپه بشه اینم یه قاشق سرخالی بهش میزنیم و میام سراغ نمک برای 350 گرم میدونم که من تقریبا با پیازش حالا میشه مثلا 400 گرم اینم یه قاشق سرخالی نمک ولی باز تستش میکنم این یه مقدار باید خوش نمک و خوشمزه باشه میام سراغ سس خردلمون اینم یک قاشق بهش اضافه میکنیم اگه موادتون بیشتر شد بیشتر اضافه کنید اینا رو همه رو با قاشق کوچیک بهتون گفتم که شما راحت درستش بکنید میام سراغ باربیکیو سسمون یک دو و سه قاشق چایخوری هم بهش باربیکیو سس میزنیم و میام سراغ قسمت بعدی قسمت بعدی هم فقط زرده تخم مرغ اما مطلب مهمی که در مورد این هست اینم بذارم کنار میام سراغ فلفلش اینم به اندازه یه قاشق چای خوری فلفل سیاه کرش شده حالا من انتهاهای ابتد... انتهای کارم بازی یه مقداری بهش فلفل میزنم فلفل سفیدم معرکش میکنه تندی خاص خودشو داره فسفود های حرفه هم همیشه استفاده میکنن این هم نصف قاشق چای خوری. در مورد هم زدن این اینو به مدت تقریبا 7 دقیقه کاملا هم میزنید و حسابی ماساژش میدید و همزمان با اینکه دارید ماساژ میدید گوشت به سمت پایین فشار میدید اینو 7-8 دقیقه هم بزنید تا موادمون یه دست و صاف بشه حالا منم هم میزنم و برمیگردم یه کوچولو روغن پلاستیک کشیدم رو تختم یه کوچیک روغن میزنیم دلیل این روغنم اینه که میزنم میخوام رو سطح بیرونی برگرم یه مقداری فلفلا بچسبه خب وزنی که بر اینه یه مقدار وزنش زیاده برگره خوبی در بیاد من رو 65 گرم میزنم هفتاد سه یه دو هم حالا هفتاد شده حالا ما میگیم شست گرم اما این باید چونش میکنیم که ترکه خیلی وقت برگر نزدم اما ولی دستان هنو گار میکنه چونش میکنیم که ترکه هاش بین بره این دستگاهی رو که به سختی ساختیمش میاریم و به این شکل پنش میکنیم خب حالا کاری که میکنم همه طرفش رو چک میکنم و تو این مرحله بهش فلفل سیاه رو میزنم حالا این فلفل آخر خیلی مهمه چرا؟ چون وقتی که این برگر خورده میشه این برگر زخیم هم هستش این برگر زمانی که خورده میشه مزه ای اینا کاملا حس میشه حالا باقی برگرام رو درست میکنم به این شکل و میریم پای گاز باقی کار رو بهتون نشون میدم برگرا آماده شد همه رو قالب زدم و یه اندازه درآوردم. حالا چند تا مطلب در مورد برگر بهتون بگم اصلا ما میگیم شما رستوران داری برگرا همه باید یه سایز باشه یه وزن باشه و برای چی برای اینکه موقعی که شاید همزمان بخوای پنج برگر با هم دیگه بندازی روی هات پلیت باید همه هم با هم دیگه همزمان بپزن بعد وزن بکنید اندازه بگیرید بعضی وقتا فقط میبینید ده گرم وزن غذا ما کم و زیاد میشه مشتری ها میگن کیفیت مغازش خراب شده ترازو حرف اول و آخر تو رستوران میزنه به خصوص الان که شرایط انقدر سخت شده و مواد اولیه گرون شده اینجا فستیوال غذا من برگره منم اعتماد صد درصد بکنید این گیردی انار درست کنید اینجا فستیوال غذا یه سال من شرکت کردم و بالاترین غذایی که فروخته شد برگره من بودش که تو اون فستیوال فکر می‌کنم 2013 بودش که تونستم بفروشم برگره خوشمزه‌ای دارم همه رو امتحان کردم رسپی ها همه دقیقه فقط شما زحمت درست کردنش رو بکشید اما اینو چون هنوز خودش رو نگرفته من حسابی ماساژش شدم اونقدر ماساژ شدم که تمام چربی ها به کنار زرف در اومد دوباره جمع کردم برگردوندم دوباره ماساژ دادم اما باید بره تو یخچال حالا چه دمایی خوبه اگه میخواید الان آمادش بکنید میذارید تو فریزر به مدت 15 دقیقه میمونه اگه نه هوای هوا 5 درجه تا دو روزم هم میتونید نگهداریش کنید و کیفیت شد دست نمیده میذارم تو یخچال و برم شدنی ما البته برای اسموکر از شدنیش استفاده کردم عالی شدنیش حرف نداره امریکایی جنس خوبی هم هستش اینم از این برگرا رو میذارم و فقط دقت میکنم تا نیمه که رنگش تغییر کرد بعد برش میگردونم اما چون زخامت اینا زیاده حرارت رو زیاد بالا نبرید اول شدنی حرارتش بالا باشه برگرا رو بچینید و بعد حرارت رو ملایم کنید که آروم پخته بشه اینم از برگرامون حالا زمانی که پخته شد دیگه سرو میکنم و باهاتون هاتون خدافزی میکنم مادرم هر وقت غذا خوب درست میکرد میگفت مهمون میومد خونم و میگف این قسمت ها خوبش برای مهمونه ولی من میگم آدم به اینا رو خودش بخوره البته مهمونم رو چه شما یا جاده ولی خب دیگه دیگه من ببین فقط برگر رو ببین از اصلا صحبت میکنه با آدم به دو تا زبون حرف میزنه ترکی و فارسی زبونه خودم خب این از این آن این برگرها چند میارزه حالا اگه بخوایم بفروشیم قیمت با چیپس و نوشابه و بعدم دیگه مثلا از جواد جوادی بخرن چه خود رو بگیر خود همو بگیر هر برگر ها من هشت دولار جواد جوادی باشه آنی هشت چی بابا هشت دولار میرن خیلی گرونه نه نه هشتم ولی گرونه واقعا شوخی میکنم اینا رو تو مغازه نمیشه فروختش شاید مثلا مهمونی باشه پارتی باشه تولدی باشه بعد شربتخوری شربت خوری باشه شربت خوری هم میچسبه یه دونه بذاری دهنت و اینکه برگراش خیلی خوب در من. حالا حالا بعضیا میگن ما برگر درست میکنیم برگرمون بعد پختن آب میشه فلت میشه بله درسته من تا حالا شاید بالای ده تا فیلم برگر درست کردم تمام اینا رو داخلش توضیح دادم منم اومدم سنجیدم اگه این بپزه ببینید من حتی دوره هاشم پختم باید برگرزن ای باشی من اومدم محاسبه کردم اگه این کوچیک بشه آب بره چقدر میشه خب محاسبه کردم اولش بزرگتر از این بود بعد یه مقداری هم پخت و اینکه زخامت خوبی براش گرفتم بعدا به مشکل نمیخورم نه جوش شیرین داره نه پودر سخاری داره خیلی از برگر فروشی حرفه‌ای که میری بهت یه برگر میدم وقتی که تو هم میخوری آب میشه بر اینکه قسمت خوبی از گوشت رو انتخاب کردن چربیش یه چربی مناسبیه مثلا من بیام با گوش گوسفندی بخوام یا اصلا با گوش گوش مخلوط بخوام بیام برگر بزنم تمام چربی آب شده رفته و هیچی نمونده گوشت خوب انتخاب بکنید و اون گوشتی هم که بهتون گفتم قسمت شلدر گوساله خیلی خوشمزه و خوشخورا که گردنش هم خیلی خوشمزه میشه برای برگر آقا دم همتون گرم دوستتون دارم فیلم ما رو اشتراک گذاری کنید ما رو به دوستاتون پیشنهاد بکنید تا کامیونیتی مون روز به روز بزرگتر بشه بلم کن اگه, اگه هنوز اگه هنوز از چاقو ما ندارید اینم نمونه های چاقو هم خودم دارم استفاده میکنم خدای کارشون خیلی درسته از چاقوامون بخرید آدرس وبسایت رو همین پایین براتون میذارم دوستتون دارم بهترین رو براتون آرزو میکنم